درود به شما عزیزان، امیدوارم که لحظه های خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. و اما برنامه امروز ما گزارشی است از سخنرانی خانم سید آتیه سجادی با نام دمی با فروغ که در تاریخ 31 یولی در کتابخانه ایرانیان در فاوست برگزار شده است. سپس موزیک ویدیو خواهیم داشت و پایان بخش برنامه ها گزیده های از رویدادهای سیاسی ایران و جهان خواهد بود. با امید دیدار تا برنامه آینده. آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند، همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم. همه می ترسند، همه می ترسند، اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدیم. سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق‌های سوخته بوسه تو و صمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن عریانی من مثل فلس ماهی ها در آب. سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواره کوچک می‌خواند. ما در آن جنگل سبز سیال شبی از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سی مرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بار ور است و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختند. به چمنزار بیا، به چمنزار بزرگ، و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم همچنان آهو که جفتش را. پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می نگرند. اینکه ما با شاعر رو با شعرش میشناسیم، ولی چیز صحبت‌هایی که او میکنه یا نوشته‌های نثرش آدم‌های مثل من رو که اونطور مثل یک شاعر نمیتونیم شعر رو حس کنیم و درک بکنیم، در راه برد به شناخت خودشون یک مقداری، من خودم رو دارم میگم، بهتر راهنما میشه آدم رو. من تیکه هایی از نوشته ها یا گفته های فروغ رو الان اینجا یه تیکه هایی رو برای شما میخونم. در البته اینها تیکه های جدا شده هست از مصاحبه ها یا نوشته هاش که من اینجا دارم و البته بخواستیم همه رو بخونیم نمیشد، من اون تیکه ها رو میخونم. در مورد اینکه از چه شاعری الهام گرفتی و مثلا چه کسی راهنما و راهبرت بوده جواب میده. نیما برای من آغازی بود. میدانید نیما شاعری بود که من در شعرش برای اولین بار یک فضای فکری دیدم. دیدم که با یک آدم طرف هستم، نه یک مشت احساسات سطحی و هدفهای مبتذل روزانه.
سادگی او مرا شگفت زده می کرد. به خصوص وقتی که در پشت این سادگی ناگهانی با تمام پیچیدگی ها و پرسش های تاریک زندگی برخورد می کردم. در سادگی او سادگی خودم را کشف کردم. دوباره میگه شعر چیزی است که عامل ظرافت و زیبایی یکی از اجزای آن است. شعر آدمی است که در شعر جریان دارد، نه فقط زیبایی و ظرافت آن آدم. شاعر بودن یعنی انسان بودن. بعضی ها را میشناسم که افکار روزانه شان هیچ ربطی به شعرشان ندارد، یعنی فقط وقتی شعر میگویند شاعر هستند. بعد تمام میشود، دو مرتبه میشوند یک آدم حریص شکموی ظالم تنگ فکر بدبخت حسود حقیر. سیل کلامشون میبینید چقدر قشنگه، نثره ولی خیلی مثل شعره. من از آن آدم هایی نیستم که وقتی میبینم سر یک نفر به سنگ میخورد و میشکند دیگر نتیجه بگیرم که نباید به طرف سنگ رفت. من تا سر خودم نشکند معنی سنگ را نمیفهمم. میخواهم بگویم که حتی بعد از خواندن اشعار نیما هم من شعرهای بد خیلی زیاد گفتم. یعنی خودش رو انتقاد میکنه و سه کتاب اولش رو اصلا دیگه این اواخر قبول نداشته. ولی به هر حال یک جایی هم میگه آدم وقتی بخواد دیپلم بگیره باید بره کلاس اول دیگه، بره تا آخرش. پله رو از اول میره تا آخر. ولی به هر تقدیر میگفت که چرا من اون سه کتاب اول خودم را با تولدی دیگر شروع نکردم. یعنی خودش این رو نقد میکنه به خودش. میدانید من آدم ساده ای هستم، همش تکرار میکنه و این درسته. به خصوص وقتی میخوام حرف بزنم نیاز به این مسئله را بیشتر حس میکنه. من هیچ وقت اوزان عروضی را نخواندم، آنها را در شعرهایی که میخواندم پیدا کردم. اینطوری که میگن فروغ تمام ادبیات کهن رو واقعا مسلط بوده و حافظ رو بیشتر از بر بوده و اینجوری که الان خودش داره میگه من هیچ وقت اوزان عروضی را نخواندم، آنها را در شعرهایی که میخواندم پیدا کردم. بنابراین برای من حکم نبودند، راههایی بودند که دیگران رفته بودند. یکی از خوشبختی های من این است که نه زیاد خودم را در ادبیات کلاسیک سرزمین خودمان غرق کردم و نه خیلی مجذوب ادبیات فرنگی شدم. برای من کلمات خیلی مهم هستند. هر کلمه روحیه خاص خودش را دارد. من وقتی میخواهم شعر بگویم دیگر به خودم که نمیتوانم خیانت کنم. من جمله را به ساده ترین شکلی که در مغزم ساخته میشود به روی کاغذ میآورم و وزن مثل نخی است که از میان این کلمات رد شده بیان که دیده شود. فقط آنها را حفظ میکنم و نمیگذارد بیفتد. به نظر من حالا دیگر دوره قربانی کردن مفاهیم به خاطر احترام گذاشتن به وزن گذشته است. باید واقعی ترین و قابل لمس ترین کلمات را انتخاب کرد، حتی اگر شاعرانه نباشد. باید نوشته نباشد. باید غالب را در این کلمات ریخت، نه کلمات را در غالب. نه، همیشه محتوای شعر همیشه براش مهمه. در نهایت سادگی باید بیان بشه، وزن رو در خودش داشته باشه، نه اینکه وزن بیاد شعر رو محصور بکنه. به این دلیل است که از که شعرهای عروضی از شعرهای کلاسیک شروع میکنه ولی میرسه به شعر نو، شعر نیمایی. حسین علی ملاح چند سال پیش بر روی شعری از فروغ به نام پاییز آهنگی ساخته که با صدای رامش در رادیو اجرا شده است. شعر فروغ را می شنویم و یادش را گرامی می داریم. Thank you.
آنچه را که میخواهم بگویم نمیتوانم بگویم، به این حد از کمال رسیده، ولی باز نمیتونم، باز راه دارم. این مسئله را که در کجاها موفق هستم نمیدانم، نمیخواهم هم بدانم، چون باید بگذرم. شعر جریان دارد، نمیتواند در یک قاب زیبا باقی بماند. فکر موفق بودن آدم را فریب میدهد، مغرور و راکت میکند. من میخواهم زندگی کنم و چیزهای تازه یاد بگیرم، اما مسئله دوم را، یعنی در کجاها غیر موفق بودن را میدانم. یعنی میگه آدم فقط خودش تمرکز بده به اینکه من میخوام حتما موفق باشم، اون سیل اصلیش را از دست میده، سیل اصلی کارش را از دست میده. من همانقدر به شعر احترام میگذارم که یک آدم مذهبی به مذهبش. یعنی دیگه بیچون و چرا شعر من شعرم دیگه دلیل هم نمیخوام، کاین آرگومنت. فکر می کنم کسی که کار هنری می کند باید اول خودش را بسازد و کامل کند، بعد از خودش بیرون بیاید و به خودش مثل یک واحد از هستی و وجود نگاه کند، تا بتواند به تمام دریافت‌ها، فکرها و حسهایش یک حالت عمومیت ببخشد. اینها تکه هایی بود از حرف های فروغ فرخزاد در مصاحبه هاش و شاید هم در حرفایی که خودش زده یا ازش پرسیده شده. من دوست داشتم اگر وقت اجازه بده من یک شعر ازش بخونم، البته صدای خودش رو ما داریم خوشبختانه، صداش البته هست توی اینترنت هست، اگر کسی بخواد دیگه با حوصله تو خونه بشینه نگاه بکنه امریز جدا. من دوست داشتم از هر دفتری ازش یک شعری بخونم، ولی این 5 دقیقه یه دونه کوچولو بخونم از دفتر ایمان بیاوریم. پرنده مردنی است، دلم گرفته است، دلم گرفته است، به ایوان می روم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب می کشم. چراغ‌های رابطه تاریکند، چراغ‌های رابطه تاریکند. کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد، کسی مرا به میخانه گنجشک‌ها نخواهد برد. پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است. این شعر کوتاه از دفتر ایمان بیاوریم به آواز فصل 3. یک تیکه از تولد دیگر رو میخونم ولی بعد صدا خودش رو میذاریم. این تیکه، من این تیکه رو میخونم که همه در فرهنگ ایرانی همیشه ما فرهنگ عرفانی و فرهنگ درویشی همیشه فکر میکنیم زندگی چیه، کجاست، چی شده، قابل دسترس نیست، میگردیم توی خودمون. یه تیکه رو من از این میخونم که بعدن کاملش رو خود با صدای خودش میگذاریم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه میآویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمیگردد. زندگی شاید افروختن سیگاری باشد در فاصله رخوتناک دو هماغوشی، یا عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر میگیرد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بیمعنی میگوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران میسازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت.
یعنی زندگی همین چیزاست، همین چیزاست. چیزی نیست که دور از دسترس، دور از ذهن ما دنبالش بگردیم. همش فکر کنیم. من یاد دارم که اون وقتها، اون زمانها روشنفکران ما میگفتن فلانی چقدر سطحیه. بعد ما این رو فکر میکردیم مثلا سطحی چیه؟ به عنوان یک جوانی دانش آموزو مثلا ادبیات هم میخوندیم، مثلا میگفتیم عمق زندگی عمیق چی باید باشه؟ مثلا زندگی اصلا چه معنی میده؟ ما مثلا روزمرگی رو زندگی بکنیم اینا زندگی نیست. بعد همش احساس گناه داشتیم، همش میگفتیم زندگی رو کجا باید پیدا کنیم؟ چی هست؟ نه زندگی زندگی دیگه. الان اینجا ما آلمانی ها رو میبینیم یک ذره آفتاب تابیده، ایک پین گلوکلیک میره تو آفتاب. الان آفتابه میره ها، برای اینکه ابری میشه، فرصت غنیمته. نه الان نه، از خودش میپرسه زندگی چیه. زندگی شاید یک خیابان درازی است که روزنی بازنبیل از آن میگذره. زندگی دیگه. نه البته زندگی های شاید از خودش میپرسه. ولی همیشه ما محکوم میکردیم زندگی معمولی و عادی رو و موهبت های عادی زندگی رو، موهبت های مادی زندگی رو عادت کردیم دیگه. هنوز من یکی که همونجوری هم دیگه غالب گرفته شده بود، مثل چوب تر و چوب خشک. اگه یه دستی حالا اونجوری غالب گرفتیم، اونجوری شده، حالا کسی بخواد ما رو میزون کنه میشکنه، تموم میشه میره. متاسفانه باید با نسل جدید آغاز کرد و امیدواریم دیگه با البته با این ارتباطات جهانی که الان هست و این همه میدی اون چیزها، خوشبختانه میرسیم ایشالا بود. امیدواریم. خیلی ممنون. میرسیم ایشالا بود. امیدواریم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. یک رفع آزاد. با سلام، من پونزند هستم. توجه شما را به رویدادهای سیاسی ایران و جهان جلب می کنم. قوه قضاییه کانون نویسندگان ایران را تهدید کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه کانون نویسندگان ایران را تهدید به برخورد قانونی کرد. به گفته اژه‌ای چنانچه کانون نویسندگان در زمانی که برای آن محدودیت ایجاد شده فعالیتش را از سر بگیرد، دادستان با آن برخورد قضایی خواهد کرد. این تهدیدات نخستین واکنش اعلام شده قوه قضاییه به برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران محسوب می شود. به گزارش وبسایت رادیو زمانه، در 68مین نشست خبری قوه قضاییه، غلام حسین محسنی اژه‌ای در واکنش به برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان گفت: هر نهادی که به حکم قانون تأسیس و یا برای آن محدودیتی ایجاد شود، چنانچه در زمانی که محدودیت ادامه دارد خلاف آن عمل کند، دادستان نسبت به آن معترض می شود و جلوی آن را خواهد گرفت. جمعه 7 شهریور ماه پس از 12 سال، مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در مکانی خصوصی در حیات یک مجتمع مسکونی در تهران برگزار شد. عده زیادی از اعضای کانون نویسندگان ایران از سراسر ایران در این مجمع حضور داشتند و کانون انتخابات هیئت دبیران را برگزار کرد. در این انتخابات رضا خندان مهابادی، حسن عسقری، علی اشرف درویشیان، مهدی قبرایی و بکتاش آبتین به عنوان اعضای اصلی و حافظ موسوی، علی عبداللهی، علی رضا جباری، فانوس بهادوروند، حمید یزدان پناه به عنوان اعضای علل بدل هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران انتخاب شدند. دستگیری سردبیر یک خبرگزاری در ایران. رسانه‌های ایران از دستگیر شدن عمار کرانتری، سردبیر خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی خبر دادند. طه هاشمی، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد، دوشنبه 10 شهریور به خبرگزاری ایرنا گفت:
تا آنجا که ما اطلاع داریم ظهر امروز ماموران به دفتر خبرگزاری آنا آمدند و عمار کلانتری سردبیر این خبرگزاری را دستگیر کردند. هنوز معلوم نیست که ماموران دستگیر کننده آقای کلانتری وابسته به کدام نهاد امنیتی بوده یا وی را به کجا بردند. بازداشت 4 نوکیش مسیحی در اصفهان. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات در شهر اصفهان با مراجعه به منزل حمیدرضا برهانی و همسرش زینب اکبری پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی هر دو شهروند مذکور را بازداشت کردند. همچنین در پی مراجعه ناموفق روز دوشنبه، نیروهای اداره اطلاعات این شهر برای بازداشت خانم ملوک روحانی صبح سه‌شنبه وی نیز توسط نیروهای وزارت اطلاعات در این شهر بازداشت شد. چهارمین نوکیش بازداشت شده این شهر خانم سپیده است که تلاش این خبرگزاری برای یافتن هویت کامل وی همچنان ادامه دارد. تهدید به اعتصاب خشک و دوختن لب از سوی بهنام ابراهیم‌زاده. بهنام ابراهیم‌زاده زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، بهنام ابراهیم‌زاده زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به انتقال غیرقانونیش از بند 209 زندان اوین به زندان رجایی شهر و قرار گرفتن در شرایط بد جسمی صبح فردا 10 شهریور ماه اعدام به اعتصاب غذای خوش به همراه دوختن لبهای خود خواهد کرد. حضور صادق زیبا کلام در دادگاه انقلاب. صادق زیبا کلام برای پیگیری پرونده‌اش در مرحله تجدید نظر در دادگاه انقلاب حضور یافت. به گزارش ایسنا، صادق زیبا کلام پیش از ورود به دادگاه انقلاب در جمع خبرنگاران درباره حضورش در این مرجع قضایی گفت: به دلیل طرح دو سوال اینجا هستم. سوال اول این بود که پرسیدم هسته ای چه سودی برای مملکت داشته که به دلیل این حرف یک سال حبس برای من در نظر گرفته شده است. وی افسود سوال دیگر این بود که کسانی که اختلاس 3000 میلیارد تومانی کردند دقیقاً چه جرمی را مرتکب شدند که آن را مصداق به قوه قضاییه دانستند و به دلیل این موضوع 6 ماه حبس برای من تعیین شد که امیدوارم این حکم در مرحله تجدید نظر تغییر کند. زیبا کلام با اشاره به این که برای دادگاه تجدید نظر در دادگاه انقلاب حضور یافتم گفت: وکیلی ندارم و وکیلم خداست. بی افسود پرونده من در شعبه 36 دادگاه انقلاب مطرح است. قاضی دادگاه بدوی احمدزاده بود و قاضی دادگاه تجدید نظر آقای زرگر است. 15 روز از اعتصاب معدنچیان باف. در 15 روز متوالی اعتصاب حدود 5000 کارگر معدن سنگ آهن باف، منابع کارگری ایلنا گزارش دادند به دنبال مذاکرات شب گذشته محمد علی طالبی معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد با خانواده‌های بازداشت شدگان، وی با لیستی از مطالبات کارگران متحسن راهی مرکز استان می‌شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، به گفته این منابع خبری، آقای طالبی دوشنبه 10 شهریور به فرمانداری باف رفته و خانواده‌های کارگران بازداشتی را جداگانه به داخل فرمانداری دعوت کرده است. اما خانواده‌ها دعوت او را نپذیرفتند و گفتند تنها با حضور حجت الاسلام جواد سلیمانی امام جمعه باف، اعضای شورای اسلامی شهرستان و محمد رضا سباقیان نماینده کارگران وارد فرمانداری خواهند شد. بر اساس این گزارش آقای طالبی در نهایت پیش شرط خانواده های کارگران بازداشتی را پذیرفته است و این خانواده ها به همراه امام جمعه باف، اعضای شورای اسلامی شهرستان و نماینده کارگران وارد فرمانداری شدند. منابع کارگری ایلنا در این حال گزارش دادند آقای طالبی در این جلسه 4 ساعته برای آزادی 8 کارگر بازداشتی با قید وثیقه و بعد از پایان اعتصاب تاکید کرده است، اما خانواده کارگران بازداشتی زیر بار این پیش شرط ها نرفتند.
لغو اعدام در ملأ عام به دلیل حمله آشنایان محکوم به مرگ. بنا به گزارش روزنامه ایران، حمله آشنایان یک اعدامی که قرار بود در ملأ عام به دار مجازات آویخته شود، باعث لغو این مراسم شد. این حمله ناگهانی سحرگاه روز دوشنبه 10 شهریور ماه امسال در حالی رخ داد که از قبل زمان و مکان اجرای حکم به مردم محمودآباد اعلام شده بود. بنابراین گزارش از نخستین ساعت صبح امروز روز دوشنبه تعداد زیادی از مردم محمودآباد برای دیدن صحنه اجرای حکم اعدام عامل جنایت در میدان شهر گرد آمده بودند. تمهیدات لازم برای اجرای حکم اعدام فراهم شده بود، ولی به دلیل مسائل امنیتی ناشی از حضور بستگان مردم اعدامی و با صلاح دید شورای تأمین و مقامات قضایی شهر، اجرای حکم به وقت دیگری موکول شد. ناصر کاتوزیان درگذشت. دکتر ناصر کاتوزیان حقوقدان برجسته و یکی از تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه در سن 87 سالگی بر اثر ذات‌الریه درگذشت. ناصر کاتوزیان در تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرکت داشت. ناصر کاتوزیان پس از انقلاب فرهنگی 11 سال از استادی دانشگاه تهران برکنار شد تا آنکه مجدداً از وی دعوت به عمل آمد. او را پدر علم حقوق ایران می دانند. او تا کنون حدود 45 جلد کتاب تألیف کرده است که اکثر آنها کتب آموزشی دانشگاهی هستند. انتشار ویدیو بریده شدن سر دومین آمریکایی توسط داعش. گروه تروریستی داعش تصاویری از بریدن سر استیون ساتلوف، یکی دیگر از روزنامه نگاران آمریکایی، در بند خود را منتشر کرد. بر اساس تصاویری که روز سه‌شنبه در یک فایل ویدیویی در اینترنت منتشر شده است، دومین شهروند آمریکایی که در گروگان گروه افراطی دولت اسلامی بوده، توسط یکی از اعضای آن گروه به قتل می‌رسد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این ویدیو که با عنوان دومین پیام به آمریکا منتشر شده است، استیون ساتلوف، خبرنگار آزاد آمریکایی که برای نشریه‌های تایم و فارین پالیسی مقاله می‌نوشت، در حالی که لباس نارنجی به تن داشت، توسط یکی از اعضای گروه موسم به دولت اسلامی گردنش زده شد. این روزنامه‌نگار 31 ساله آمریکایی آخرین بار در ماه اوت سال گذشته تابستان 1392 در سوریه دیده شده بود و پس از آن خبری از او در دسترس نبود. واکنش ملاوردی به ماجرای اشتغال زنان در کافی شاپ. نمیدانم اشتغال زنان در کافی شاپ ها ممنوع است یا نه. شاهیندخت ملاوردی روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا با اشاره به اظهارات رئیس پلیس اماکن ناجا در مورد ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها افسود. این مقام مسئول در نیروی انتظامی اشاره کرد با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کافی شاپ ها همچون قوانین قهوه خانه هاست، از این رو اشتغال زنان در کافی شاپ ها نیز ممنوع است. وی ادامه داد از این اظهارات اینگونه برداشت می شود که قانونی درباره ممنوعیت اشتغال زنان در قهوه خانه ها وجود دارد که اکنون آن را به کافی شاپ ها تامین دادند. حال باید دید آیا قانون صراحتا به این مسئله اشاره دارد. با توجه به وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری زنان در جامعه، این مکانها محلی برای کسب درآمد زنان نیازمند است. به امید دیدار تا برنامه آینده.